خوش آمدین بیننده آماج، از تلویزیون یک هستین. بس را پیگیری میکنیم. خانم سیاوش، نظر عضو شورای علمای افغانستان را شنیدین، میشه فشرده رویش صحبت بکنیم؟ من چند سوال داشتم که آیا افغان هستم؟ آیا تابعیت افغانستان دارن؟ تذکره افغانی دارن؟ اگر دارن واقعا هستن، ما قانون اساسی داریم که باید قبول کنن. اگر قانون اساسی را قبول ندارن، پس اونمو طالبان هستن که میگن ما قانون اساسی را قبول نداریم. و یک چیز دیگر که باید، تنها افغانستان یک کشور اسلامی نیست، ما کشور اسلامی بسیار فراوان داریم، حتی در همسایگی های خود دور نمیریم، نزدیک پیش پاکستان میریم که تکدار اسلام هم خود میگن. شرایط زندگی زنها در اجتماع چه قسم است عملا میبینن. در کشور مالزیا میریم، در هر کشور اسلامی که بری، یعنی روحانیونش کمک میکنن که فساد کم بسازن، جنگ کم بسازن و حساب به طرف صلح، به طرف راحتی زندگی برن و یا اجتماع را تخریب مخشوش میسازن، مردم فکرش خراب میسازن و این به فکر ما یک کار درست نیست که میکنن. و این به خصوص ببخشین گفتن تکمیل نشده، اینکه که در بازار نرن. بی بی عایشه صدیقه هم مرد زن درس میداد، هم مرد، هم زن هم مرد درس میداد، اما این که در بازار هم اتانه رن، به خیالم سرکای زنانه را زیبا دلایده جور کنن، کل چیز علایده باید جور شوه. اگر در خود خانه عجب اطلاع وقتی که میرن، از او چی که در این جای مهم نیست، میبینین که زن مرد دوش آدوش، با وجود که مرد دالش چس هرام بسته میکنن، اما زن چسبیده همراهشان در یک را میره. چرا خداوند نگفته که رای زن را لده کن؟ خانم قدری، در 10 سال گذشته نهادهای بین المللی هم در افغانستان در راستای حقوق زن فعالیت کردن، از جانب دیگر نهادهای دولتی و در کنار دولت نهادهای خصوصی. چقدر این کارها مؤثر بوده برای ایای حقوق زن یا برای کارهایی که بنیادی باشه برای زنان افغانستان؟ تقریبا یک دهم از فعالیت های جامعه بین المللی در افغانستان، همچنین نهادهایی که داخل خود افغانستان است، یک ده از فعالیت هایشان میگذره. متاسفانه در نوع آموزش و پرورش جامعه دچار یک اشتباه شدن که ما در همچین جایگاهی هستیم. مثلا ما هنوز خصوصی های بسیار زیاده در هرات داره. منظورم این است که نقص در نوع آموزش بوده، نوع نگاه به جامعه زنانه و مردانه ما. البته من دوست ندارم مرد و زن مدام مرد و زن بگم، بخاطر که بسیار اعتقاد دارم به مسئله فراجنسیتی در جامعه. اگر میخوایم جامعه سالم داشته باشیم، و با جامعه سالم میشه حکومت داری سالم داشت، اما در هر صورت تعادل در آموزش نبوده. یعنی که در طی 10 سال مدام تمام جامعه روی زنها تاکید کردن، یعنی که خواستن زنها را در یک لول بالاتر، در سطح بالاتر بکشن، در حالی که من احساس میکنم جامعه ما از نگاه بسیار میبخشن در این که من همچین صحبت رو میکنم، اما جامعه ما نیاز داره که مردهای جامعه ما هم آموزش ببینن. عدم تعادل بین آموزش بین مرد و زن، یک بحث بزرگ گرفتن حق هست. حق به کس داده نمیشه، لازم نیست برای همه چیز ما بجنگیم. این روحیه افغانی است، روحیه کشوری است که دارای کوههای بسیار باصلابت است. من متاسفانه ولی فکر میکنین نهادهای بزرگی که در جامعه ما حضور داره، در جامعه دیگر هم برای احیای حقوق زنها وجود داشته؟ متاسفانه فرهنگ ما متفاوت است، ما نمیتونیم اونطور برخورد کنیم که به پس با این فرهنگ در 10 سال گذشته این نهادها چقدر تاثیر گذار بوده؟ متاسفانه طوری است که من همین الان خدمت شما عرض کردم که تعداد خصوصی ها حتی در هرات بیشتر هم شده. یعنی که ما باید اثرگذار تاری بوده که ما نوع آموزش و نوع نگار درست نداشتیم به جامعه. یعنی که ما مدام در پی آموزش زنان بودیم، در حالی که کشور نداره، نیازی نداره که زنان آموزش بدین. این کشور نیاز داره که زنان حمایت کنین و مردان آموزش بدین. سپاس. در 10 سال گذشته پولهای کلان بر نهادهایی که بر زنان افغانستان کار میکنن به مصرف رسیده، این پولها چقدر تاثیرگذار بوده؟ قبل از اینکه سوالتون جوابتون میخوایم که تکمیل کنم صحبت های قبلی ما. زنانی که در پارلمان هستند بی توجه به موضوعاتی نیستند که در حقوق زن ربط میگیرند. فکر میکنم یک دستاورد بسیار بزرگی را داشته ما. 2 کاندید وزیر که از طبقه اوناس بودند، پارلمان افغانستان موفق شد که اینا را به وزیر تبدیل کنند.
حالا باز هم اگر من سوال قبلی ما بپرسم، عکس العمل زنان در داخل مجلس نمایندگان در رابطه با مصوبه شورای علما چی بود؟ من فکر میکنم کسانی که با مسئولیت هستن و در عرصه سیاست هستن، این بسیار مهم است که ما همیش کوشایی باشیم که عمل کنیم. عمل ما مهم است در نهایتش. تنها صحبت هم میکنیم و ضرورت صحبت کنیم و جزی برنامه کاری ما بلند کردن صدای مردم در داخل پارلمان است، اما در نهایتش نتیجه گیری از او بسیار مهم است. صدای زنان بلند شد از مجلس نمایندگان؟ بله بلند شدن، اما میخواییم روی از این موضوع بر شما صحبت داشته باشم که بلندترین صدا عملی بود که دو خانم ما وزیر ساختیم و این خودش نشان میده که خانم ها در عرصه سیاست میآیند و در یک بخش بسیار مهمی که کابینه افغانستان، البته جزء کابینه افغانستان هستند و در قوه اجرایه، اینا در بلندترین قدرت او وظیفه می داشته باشند. بعد از این میخوایم که روی از این موضوع صحبت داشته باشم که ما پرسش ما میخوایم دوباره یادآور شم که در 10 سال گذشته نهادهای در راستای حقوق زن کار کردند و پولهای گزافی را هم به مصرف رساندند. آیا این نهادها مؤثر واقع شدند؟ بخش دوم میخواستم سوالتان جواب بگم. البته با او میزانی که پول خرج گردید در افغانستان با او اندازه نه مؤثریت نداشتند نهادهای مختلف، اما دستاوردهایی داشتیم. نهادهای رسمی چگونه؟ مشخصا وزارت زنان افغانستان. ببینین، وزارت امور زنان افغانستان یک وزارت هست که بسیار یک آلت مغلق پیچیده برای خود داره. به قسمی که حقوق زن در جامعه ما امروز او حالت سپری میکنن، وزارت امور زنان افغانستان در قدرت اجرایی هست، یعنی در بخش کابینه افغانستان هست، یعنی در بخش کابینه هست، اما قدرت اجرایی زیاد ندارن. اونا بیشتر در بخش پالیسی کار میکنن که خودش در دهنده هست. پالیسی ها چقدر مؤثر بود؟ من فکر میکنم که وقتی که زن میخوایی که در سیاست پیاده کنی، باید مردم معتقد به این بسازن که اونا تغییرات مثبت میارن، اما وقتی که فرموله سیستم سازی را مغلق‌تر برای خانم ما می‌سازند. ولی این نیاز به ساختن از بالا داره یا از پایین؟ یعنی می‌خواین بگوین که از متن جامعه آغاز شوه و یا از بالا، از نهادهای رسمی و از دولت افغانستان، حتی از ریاست جمهوری؟ ای کاش جامعه ما امروز قادر به این مرحله می رسید که قادر به این عمل می شد تا که می تانستن که تغییرات بیارن، اما چون که جامعه ما بیشتر از فقر رنج می برن و اونا هر روز منتظر از ایستن که عطا در روی دسترخانشان برشان نان باشن، یعنی اونا حق ابتداییشان ندارن، پس به این مراحل که بسیار سیاسی هست فکر میکنم می اندیشن، اما اوقدر وقت بر از اونا نیستن که باید علمی به این مفکره بیاندیشن و راه حل برش پیدا کنن. از کارکرد وزارت زنان راضی هستین؟ وزارت زنان وقتی که به قسم یک وزارتخانه در پلوی سایر وزارتخانه استفاده میشه، اما نامش پالیسی ساز می باشه، ما میفهمم که از نگاه عملی مشکل هست، اما به این میزان پالیسی ساز بودن خودش یک چالشی هست که زنا را دوباره میارن به قدرت میارن، اما سیمبولیک می سازن. ما فکر میکنم که وزارت امور زنان را وقتی که ما و شما کار نمیخواد بکنه، یک چیز واضح هست که از طریق سیستمی که کابینه را تشکیل به سیستمی که کابینه تشکیل شده با وزارت امور زنان، با وزارت زنان از جانب ریاست جمهوری و از جانب رئیس جمهور پیشنهاد میشه. بله. ما امیدواری از این را داریم که قدرت اجرایی وزارت امور زنان باید بیشتر شود. ما این را درک کرده میتونیم که 100% شود. قابل یادآوری میدانم با بیننده های عزیز، قابل یادآوری میدانم که از وزارت زنان به دفتر وزیر زنان خانم حسن‌بانو غزنفر تماس گرفتیم که متاسفانه نتونستیم اونا را با خود داشته باشیم. معین وزارت زنان مژگان مصطفوی هم نتونستن به بحث ما بیان به دلیل از اینکه در شخص خانم وزیر تازه به وزارت رفته بودن و تبریکی ها و بیروبار تبریکی ها بیشتر بود. همچنان دفتر مطبوعاتی خانم شکیلا و تماس ما پاسخ نگفتن. از نهاد حقوق بشر افغانستان پروین رحیمی، حفیفه معروف، خانم سلطانی، خانم سرایای صبرنگ و پلوش حسن را تماس گرفتیم. متاسفانه یکی اونها را هم در بست نداریم با خود. خانم سیهوش، با این وضعیت سرنوشت زنان افغانستان به کجا می انجامه؟ ما یک دوره زنان افغانستان نبود که از قبل هیچ چیز نداشت. ما 50 سال پیش خوبتر بودیم نسبت به 30 سال پیش.
و همه چیز از دست رفت و دوباره داریم احیا میکنیم و زنها هم به حساب بیکار نمیشینن که دستاورده که دستاورده از دست رفته خدا یک چیزی که به دست آوردن او را از دست بدن و زندگی مبارزه است. مبارزه را مردا با توپ تفنگ میکنن، زنا با حوصله‌مندی و کار و فعالیت خود میکنن. که راضی هستین از این مبارزه؟ از مبارزه خود تا حد توان خود شروع کردیم، استادم هستیم و آرام هم نمی نشینیم. نهادهایی که حامی حقوق زنان هستند، شما از کارکرد اونام راضی هستین؟ تقریبا بله، زحمت خودم میکشن، کار خودم میکنن، به حساب اینمی اعلامیه از همون لحظه اول شروع کردن به خاطر دفاع از حق خود، به خاطر دفاع از زمین گفتاری که شده. و مشکل کلانی ما که است، کلانترین مشکل است که ما در یک مملکت با 85% بی سواد هستیم. فکر کو فاماندن این همه قدر یک اجتماعی که برالوی که بی سوادی است، غرق در فقر هستن، غرق در بدبختی هستن که کل زندگی خود فکر میکنن نان او. تا امروز در یک خانه خوشبختیشان چی است که میگن برق آمد؟ تا امروز خوشبختیشان چی است که میگن نان روغنی داریم؟ کجا فکر انسان میمونه که به طرف رشد به طرف ترقی پیش بره؟ وقتی یک مملکت میتونه مبتکر باشه، افراد یک جامعه مبتکر باشه که آسایش داشته باشه. و چیزی که در افغانستان نه تنها زنا، مردا از ما کده فقیرتر هستن، از ما کده غریبتر هستن، از ما کده روزهای بسیار بد را تیر کردن. در زمان طالبان یادتون به یاد داشته دارین و ما اگه چادری خود بالا میکنیم شکل قیافه ما در جایی بود، اما مردا از ما کده غریبتر بودن. و شجاعت مردانگی و شجاعت افغانیشان کجا بود که حق زدن زن غیر شوهرش هیچ کس نداره، مثل که خود ملا صاحب گفتن. اما در پالوی اونمو مرد غیرتمند افغان زنش زدن میخورد و مرد فقط سیل میکرد. هیچ گاهی باید اینمی حالت مرد افغان فراموش نکنه. سپاس. هیچ وقت سوء استفاده از اسلام باید فراموش سپاس. نکنه. خانم قادری، در رابطه به ریشه های اساسی این که زنان آسیب پذیر هستند در افغانستان، تنها مردا باعث شده یا خود زنها هم هستند که تاثیرگذار بوده؟ خب من احساس میکنم وقتی من صحبت از فرهنگ میکنم، در فرهنگ ما هم قشر زن داریم هم قشر مرد. متاسفانه در جایگاه کنونی هم که ما قرار داریم، اگر ظلم بر زن میره دیگه حال تقصیر خود زن است. یعنی که تن به ترحم اجتماعی دادن، نه تن به جایگاه درست اجتماعی. مثلا من اگر قرار باشه که تا مدت های مدید دیگر مردها نقش آفرین و نقش ساز باشن و زنان به قرائت جدید و یک خوانش جدید از خودشان به در اجتماع نرسن، من احساس میکنم که نمیتونن جایگاه اصلی از کار کرده زنان افغانستان در نهادهای بزرگ که حضور هم دارن مثل مجلس نمایندگان راضی هستین؟ نمیخوایم کاملا بگم بله راضی هستم، چون بحث شخصی است، ولی کاملا هم راضی، نه راضی کامل نه هم ناراضی کامل. دلیل نارضایتی چیست؟ نارضایتی به خاطر راضی که متاسفانه ما هنوز جامعه نخبه زنان نداره. یعنی که ما جدای از استثناءاتی که داریم، زنان به عنوان سمبولیک های اجتماعی هستن، یعنی که دارای یک جو ناپایدار سیاسی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی هستن. و به این دلیل است که متاسفانه در طول سالها به زنان ترحم شده و زنان در پی نبودن، یا کمتر بودن، یا جدی کمتر در پی بودن که جایگاه اصلی خودشان در محافل آکادمیک پیدا کنند. به این خاطر فعلا جایگاهی که دارن جایگاه بسیار نقش آفرین نیست، یعنی تن دادن به نقش هایی که تعریف شده در جامعه به وسیله مردم.